خانم چه خبرته؟ نزود بچه مردم فنافله کنی، خجالت به باحت کنه. تو که بلدی چی من بیخاری گشته داری چی؟ برو خفشو بی تربیت. بی تربیت؟ بی تربیت توی یا من؟ حواست کجا؟ مگه سگی شکاری دنبالت کرده بود؟ توهین میکنی بهت نشون میدم. خیال کردی، خیال کردی با بد کسی طرف. اوه بچه شنفتی. بلکی خوشه همش دو میبنده. مگه جون زیادی کرده که اینقدر تو میرونی؟ نه تو کم کن دیگه. کلانتر محلی نصلا نمیفهمم تو کی هستی، چی کاره ای تو این محل؟ من آن جلال نجارم، من این خانم کاسب کارم، همون خلق و دوست دارم، این عدیت رو می آذارم. چون برنده ام، تو اره ام، برنده ام، همیشه اهل خنده ام، تو زندگی برنده ام. آخ به من میگن علی پینه دوست، بگیر داداش کفشو بدون، با سوزن و جوال دوزم، کفشو برات خوب میدوزم، با سوزن و جوال دوزم، کفشو برات خوب میدوزم. کمی بی میفروشم، همی که تا دوز هم خوشم، آیسی پاپا دولابیه، خیالای دولابیه. منم که شاقه رفتم به پشت کارو بار، عاشق به نون سنگکم، به دوز رنگ و چاوچم. کبابیم من، آدم حسابیم، کوبیده و گنجه میبروشم، با دوخ و گوجه میبروشم. من آجلای نجارم، من ای خانوم کاسب کارم، تموم خلق و دوست دارم، بی عذیت و بی آزارم. نزدیک بود حلالمون کنه هم. بالاخره رب عجب دختره کله خری بودا. عاقبت به شر. قضیه چی بود آقا جلال؟ هیچی بابا، به خیر گذشت. خب بگیم ببینم، همه یکی که سالم اینا؟ بله. خب من کار دارم، خود نشون. باره بتر اومد. شنفتی بود آقا جلال؟ چی بود؟ دختر آقا بود دیگه، تازه یه هفته سفرنگسون اومد. پدر تو دهنش خانم، بابت شده، من حالا میبینی. آه، به من دیگه میکنی ها؟ چی توهین کرده خانیت نشون؟ چه اتفاقی افتاده؟ پدر تو در میاد؟ چی شده خانم؟ به من بگیدونم، دیوونه میشم. منیشه خانم، خواهش میکنم به من بگی چرا اینقدر ناراحتی؟ چه اتفاقی افتاده؟ منیشه خانم جون، نمیگم چی شده؟ دردائیرم آروم نمیشه. نمیگیم به من چی شده؟ منیشه خانم، تو رو خدا بگین چطور شده؟ تو دیگه خفشه، به تو چه مربوطه؟ اون پسره کیه که اونجاست؟ کدوم پسره خانم؟ اونو میگم. آهان، اون احمد پسر مباشرتونه. برو صداش کن بیاد اینجا. چشم خانم، الان. سلام علیکم خانم.
سلام. بیا جلو احمد. بفرمایید. احمد یه کاری بهت بگم انجام میدی؟ البته که انجام میدم، بفرمایید. میری تو محل، آقا جلال نامی رو که نجاری داره یه گوشمال یه حسابی میدی و میای. چش خانم، همین هسته. خیلی خب برو. تا دندش نرم میشه. وقتی بفهمی با چه کسی طرفه دیگه تو اینو نمی کن. ببینم آقا جلال شمایی؟ فرمایشی بود؟ حالا دیگه اینقدر رود زیاد شدی که به دختر آقام توهین میکنی؟ باره بابا حال نداری. بیکار بیا. دست درازی کن. حساب تو میره. اخ جون. یا بابی بدلی بری. بدلی بری. آزم شروع کنم. بله بابا. بار چرکه بدم به شاید دیگه. بابشا. بلش کنی بزنی بره. چرا میدنیش آقا جلو؟ آخه جلو برای این کی بود؟ هیچی بابا، یارو پیغوم داشت رسیدیشو بهش دادم بره. بیا بریم دبا. بریم. بریم پس کوچه. بریم اینا. اما نه حالا نه کار. کجا میری؟ اگه مردی وای تادی. بله قربان. چشم اومدم. نمیشه. اصرار نکن. قربان ما مشکل داریم. نمیتونم این کارو بکنم. من نمیتونم تا طرف حاضر نشده قرار داده امضا کنم. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم آقا. من نمیتونم. گفتم راحتم بذارین آقا. قربان. آه دیرم شد. چه خبرت؟ خفم کردی؟ با من کاری داشتیم. اجرد ببین این سند کجاست. اطاعت میشه. این سند لعنتی هم که پیدا نمیشه داره دیرم میشه. سلام، من دکتر دارم دواهامو میخورم، حالم که بهتر نشده، هنوز دلم درد میکنه. چی؟ بسیار خوب، مردم از بس دوا خوردم. همش دکتر، همش دوا، همش دوا. پس چی شد؟ پیدا نشد قربان. ای بی ارزه، اگه تا نیم ساعتی که اونو به بانک نرسونم پاک آبرون میره. یه مقاطع 5 میلیون تومانی از دستم میره. چی شد؟ آقا فکر میکنم تو گاف صندوق مزلتون باشه، بهتره سری به اونجا بزنه. محمود بگیم بیاد اینجا. بله قربان. آوری ماشین حاضر کن، عجله کن. بسیار خوب، همین الان. تا اینجا رو خوب بگرد تا من برگردم. باشه بعد، باشه بعد. پروین، من پس این پسر احمد کو؟ چرا هنوز نیومده؟ خانم خیلی وقته که اومده ولی روش نمیشه بیاد تو. چی؟ چرا؟ مگه چطور شده؟ والا طوریش نشده خانم، فقط یک کمی قلقلکش داده. یعنی چه؟ چرا مزخرف میگی؟ کجاست؟ برو صداش کن بیاد. چشم خانم. الو. سلام علیکم. این چه وضعیه شدی؟ من تا رفتم باش حرف بزنم چند نفر ریختم سرمو حسابی کتاکم زدم. خیلی خوب. تو من میدونم چی کنم. چه خبرته بابای بغ 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 میزنی و جد دنباله کرده تو که؟ احمق اون کاری شکسته تو بکش کنار. برو یه بابا با هم تغییره پلات بکن. بفرما به پلاستیکات خاکی پاکی نچه مثل که نور بره شاورده بعد زنی. داشتم میومدن سراغ آقا جلال، وقت نهار شکمم داره غر غر میکنه. چیه با تو؟ هنوز ظهر نشده گشنت میشه. بهتره راه بیفتیم برای بچه دیگه. نه باید خبر. آره آره. برو بریم. کبابی بچه چقدر نون میخوای تو؟ یه ذره دیگه بده. یالا تکون بخور دیر شده. ده یالا برو ده. چه خیر کباب؟ نام بفرما. تعطیلش کن حسن کبابی. یه وقت دیرتر میلیونر بشو. چیه کبابا رو سیخ میکنی؟ بیا بریم وقت نهار دیگه. شما بریم، من باش از افتاد و مشتری رو را بندازم. آره بابا بعدم منم میام. میترسم نیام. بسیاری بیسر
چرا نمیای پایین منیژه جون؟ آخه مگه چی شده که اینقدر عصبانی شدی؟ مامان جون من نمیتونم تحمل کنم که کسی به من اینطور توهین بکنه. آخه کی به تو توهین کرده دخترم؟ یه آدم بی سر و پا علت کرده اون کسی که به تو توهین کرده. هر وقت بابات اومد بهش بگو تا پدرشو در بیاره. ببخشید خانم ناهار حاضره نمیفرمی؟ آه باز که آقا دیر کرده نشد یه دفعه سر موقع بیاد خونه. من باید بلایی به سر این پسره بیارم که از این محل فرار کنه. منیژه جون نمیای پایین؟ آقا چطوری که نون بفرستین ورنه من برکت برکت خدا بابا من آب میخوام بخورم. بخور منم سود میزنم بخور. ببین تشید میبینی؟ خورد وای همه رو خورده. میذارن آدم یا کمی آب بخوری؟ من گذیر شدم اشی کمی گندت پیداست. شما دو نفر نزدشی من یه لقمه کوب کنم کارتا بخورین. خدایا شکرت. خدایا شکرت. نمیگفتن آقا جلال شکرت آقا جلال شکرت خدا چایی رو برمیانه با بگه من بابا بگه موسیقی چایی حالا سر چایی هم دعوا کنیم. قرون دست دام جلال کوچیکه ورد با یه لیوان پس بیا یه تقار بهش بده. آره حالا خوب شو بخوشونه بیا بخور آقا جلال. تو که چایی نخوردی که از قدیم اونا نمیگفتن از نخورده بگی به دست خورده. حالا چه حسابی بوده این مسئله زدن؟ ده چه حسابی بوده؟ این چایی منی چی خورده؟ خودت خوردی؟ تو خوردی؟ خودت خوردی؟ همه دینم تو مادر خوردی؟ عجب روی داره بابا. یه چایی بر یه چایی بردی بیا برش من بر بابا هر چایی من رو خوردم روز روشن دهنم سوختی. موسیه مولد نده با یه لغمه زهده باید بیشستی. پس چرا موسیه نایمه هاون چه برای جام نخوره از جاش جام نمیخاره. بسر تو آره کجا بودی تو؟ ناره امروز مهمون من. راستی آقا جلال اون ناری که قول داده بودی چطور شد؟ آره بابا نهای آششته خونه رو میدید. خیاله خونه از این آدم بخشه. خب قربون تو خدا حافظ. راستی آقا جلال حال خواهره چطوره؟ ای بد نیست زنده هست. تو به این روزگار تفری در این جوونی دنیا براش تاریکه. ده چیه مگه چه تو شده؟ صبر کن میگم خواهره آقا جلال نابینا. جونه من راست میگم. آره حیوانی وقتی 4 ساله بوده یه روزی از بالای پله میفته و از دو چشم کور میشه. دیگه از اون روز هرچی معالجش کردن درست نشد که نشد. مگه خدا خودش شفا بده؟ خیلی ناراحت شدم. پس چرا به ما نگفتی؟ حالا چند سال اینطوری شده؟ نمیدونم 10 یا 11 سال میشه نه؟ نه علی جون درست 15 است. خب بچه من خیلی کار دارم. چند نفر قراره بیان در مغازه منو ببینن. من رفتم خداحافظ. مرمزی ده کجا رفت؟ نمیدونم حتما ترش کرد. چرا یه خودش رفت؟ نمیدونم بریم بریم من که سر کارش در نمیارم. بفرمی باسم چرا قصه نمیخوری؟ برای اینکه ناراحتم پدر. یعنی چه؟ چطور شده مگه؟ چرا ناراحتی؟ از دست یکی از کاسبای محل ناراحت شد. چی؟ از دست کاسبا؟ مگه اونا چیکار کردن؟ یکی از اونا به من طوری بی‌تربیتی و توهین کرده که تا تلافیشو در نیارم آروم نمیگیرم. چی؟ به تو توهین کرده؟ به خانواده من توهین کرده؟ پدرشو در میارم تا دیگه کسی جرأت نداشته باشه به ما چپ نگاه کنه. حالا کدوم یکی از اونا بوده؟ کدوم اونا بودن؟ یلا حرف بزن. نمیدونم. میگن آقا جلال نجار محل. آقا جلال نجار؟ بسیار خوب ادبش میکنم. پدرشو در میارم از محل میندازمش بیرون. حلال غذا تو بخور. برین پروین میز غذا رو جمع کن. چشم خواهد. پروین محمود صدا کن. چشم الان. اخ. چیه؟ اخ اخ اخ
فرمایشی داشتین قربان؟ خواستم بری تو محل این جلال نجار بکشی یک گوشه یک گوشمالی حسابی بهش بدی تا بفهمه با بد کسی طرفه، فهمیدی؟ اطاعت قربان. خیلی خب برم. یه کمی به حرفای دکتر گوش بده دیگه، تو چرا اینقدر یه دنده ای؟ خوابه تو هم بگو قرصای من فوری بیاره. پروین. آی خدا مردم. پروین. بله خانم. قرصای آقا رو بیار. چشم الان. آخ مردم خدا. آخرش تا این دل درد یه کاری دستت نده ول کن نیست. برو بابا تو هم. جلال من داشتم از سوپا رد میشدم دیدم خواهرت اونجا نشسته، از من خواست بهت بگم اگه کار نداری فوری یه سری بهش بزنی. نفهمیدی چیکار داشت؟ نه نمیدونم. خیلی خوب الان میرم قربون تو. خداحافظ. خداحافظ. خیلی ممنون. زهره. زهره کجایی؟ پسر تو اینقدر بچه‌ای که به این سادگی ها گول میخوری ها؟ ببینم مگه سرت به تنت زیادی کرده که پاتو کفش ارباب میکنی و به دخترش متلک میدی؟ خیلی روت زیاد شده ها. تو دیگه خفه خون میگی جیره خوره احمق. به من بود ناکس؟ ناکس تو این داره دستتم. بچه ها به حسابش برسیم. خودتا پکر خیالش هر کارشو تاشم گیرم جان تو خودتو نوبت بنده های دوستی. سلام سلام خانم تو اختیاری. سلام بردن. بفرمید حالت چطوره؟ بعد نیستیم های دکتر. خب بگو ببینم چی شده اکبر آقا. والا هیچی های دکتر، اومدم خدمت رو عرض کنم که یک گرفتاری پیش اومده. چه گرفتاری؟ چشم درد میکنه؟ چشم خودم نه های دکتر، چشم خواهره یکی از دوستامه. راستش اینه دختریه که من میخوام باهاش عروسی کنم. خب دیگه منم بایستی به زندگیم سر و صورتی بدم های دکتر. میخواستم با تو مشورت کنم که ببینم میشه چشمای اونو معالجه کرد. یعنی میدونین های دکتر من چشمش چی شده؟ والا چشمش نمینه های دکتر. یعنی کوره؟ آره در بچگی در اثر پرت شدن از پله ها و یه ضربه شدید کور شده های دکتر. مرحبا اکبر آقا، جدن مرد واگذشتی هست. هر کاری از دست من بر بیاد حاضرم انجام بدم. یه روز ورش دار بیارش اینجا تا من معاینش بکنم، شاید بشه کارش کرد. گلمونه که ما این دکتر، تازه خوبم نشه و من باش عروسی میکنم، چون من یه مادر پیری دارم که جای چشمای اون میشه و راه نمایش میکنم. آفرین. بله خواهی دکتر. خب دیگه خدا به شما. خیلی مچکرم. به سلامت.
سلامتی بچه های با معرفت. سلامتی بچه های با معرفت چقدر مزه داره ماست و خیار می ناب و رفقا در شبتان همه یک دل همه با هم سر میز نمک و ماست و خیار دل بل ریز موسیو آی موسیو بودو زود کاشته بودو یک کاسه ماست و خیار بودو بردار و بیا یک کاسه ماست و خیار بودو بردار و بیا بیا امشب عزیزم حال بکن مثل ما شادی و خوش حال بکن نخورید قصه که دنیا روزه دل دانا واسه دنیا نسوزه موسیو آی موسیو بودا زور داشته بودو یک کاسه ماست و خیار بودا بردار و بیا یک کاسه ماست و خیار چه باده ی ناب چه خوشه جام شراب واسه ی با کاسه با چه قدر رنگ و عذاب امشب خوشم سرکر ما بهترین مرز با بچون شما ماست و خیار کاشکین ماست و خیار رو می آوردی با تاقار آخه یک کاسه و دو کاسه و سه کاسه کمه بخورش هست موسیان دیگه کجاش جای همه موسیو آی موسیو بودو زور داشته بودو یک کاسه ماست و خیار بودو بردار و بیار یک کاسه ماست و خیار بودو بردار و بیار آخه چرا نمیای بخوابی؟ اعصابم ناراحته نمیتونم بخوابم. برو بیرون. اگه ناراحتی یکی دو تا قرص خواب بیارم بخور. همش قرص، قرص، قرص. مردم از بس که قرص خوردم. نه خیر نمیخوام. دوباره بخوام من بعدم میام. خیلی خوب. زمان آقا بالا سر شده. بچه چطوره یه سری به کافه سازن ضربی ها بزنیم موافقی؟ موافقی نه موافقه آقا گشتم چیزی نخوردم
جان، جلال جان، رسته تو چرا زن نمیگیری؟ به تو چه؟ مگه تو داروغه ای مرد؟ معلوم نیست، حتما به سن بلوغ نرسیده. حتما؟ عباس آقا جان، چرا نمیخوام بگیرم؟ میخوام، اما نمتونم. چی؟ چه نمتونی آقا یلال جون؟ تو که ماشاءالله زنم شاید کسب و کار رو به راست، دیگه چه زن نمیگیری که ما به یه عروسی برسیم؟ هر دختری تو رو ببینه یک دل نه صد دل عاشقت میشه. نه ترس، من خودم فرد میرم واسه خواستگاری میکنم. افری پسر چیستم، خدا شاهد علی راست میگه. میدونی رفقا چرا زن نمیگیرم؟ چیه جریان؟ بگو به ما. واسه اون یه دونه خواهرمه که حاضر نیستم با همه دنیا عوضش کنم. اما جی خواب جلال خاله به زن گرفتن تو چی کردیم؟ میدونی اکبر جون، اون به زن گرفتن من کاری نداره، اما خدایی نکرده اگه من زن بگیرم و اونا اخلاقشون با هم جور در نیاد، وقت زندگی برای هممون زهر میشه. من نمیخوام هیچ وقت کوچیکتر نراتی دفلکی رو ببینم. نمیخوام. نه نه میگم که آقا جلال، خب اونو شوفرش بگیر. آره آره. خب بچه ها من دیرم شده، مادرم پیرهن بیچاره میدتم تو خونه تلایی بدر که من رفتم خدا. آقا کجا به این سودی؟ همینجا دوره هم بودی؟ میانش بچهشه، چند وقتی که حواسش پرته. نمیدونم، منم ماتم. شما کاریتون نباشه، من فردا خودم تلو قضیه رو در بیارم.
من رفتم. داداش، داداش. چیه خواهر جون؟ میخواستم بگم که بگو خواهر، هرچی دلت میخواد بگو. این چه حرفیه؟ تو جون بخواه، هیچ میدونی که بدون تو دنیا برام سن دار ارزش نداره؟ حالا اگه چیز دیگه هم میخوای بگو، خودم یکی چاکرتم. نه داداش جون، من از تو خیلی خیلی ممنونم. قربون تو خواهر. بیبیگی اینم پول، شاید دلت خواست یه چیزی بخریم. خدافز. خدا نگهدارت. گفتیم که با عشق تو در کشم کشم، چند پاکی تو بده از چپاقت من بکشم. بایی کلو خوبی جونم پرتقال، پرتقال شد دبا پیاد دارم تلا دارم. اخ جون قربونتون برم علی. چش میزنش بغل تنور دو آتیشه بشه. آبا بده دیگه نیاز داری داری. مگه آبا عجله خوردی؟ یه دقیقه صبر کنی الان بابا. یالا بجام بچه. بفرما آقا. یالا بچه بجام. آی کبابی، آی کبابی، آی کبابی. یالا بچه بسرم ها خوش اومدی. لا اله الا الله. آخه خانوم حیام خوب چیزیه والا. حرف دهنتو بفهم، کی گفت باز بیا جلوی ماشین من؟ بابا ای والا، حالا دست بالام گرفتی بنازم. گستاخ بی تربیت. بله بله. چی شد؟ نفهمیدم. حالا دیگه من گستاخم شدم خانم خوشگله؟ ها؟ گستاخ که هستی هیچی، زبونت هم درازه. درازه؟ بله. کجاش درازه؟ حالا اگه من شما معذرت بخوام ولمون میکنی؟ خیلی خوب، ما نیمده بمونه. آخه فایده نداره. بیا برای در اینقدر چونه ندم، ببینم یه خود چرتر که خیال راحت بشه. اما دادی سلام داشت هشبر، چطوری؟ قربونه تا بینیم با موضوع بیاس چه داریم؟ اون که دیگه قدیبی شد. راستی میخواستم بگم تو چند روزه که گرفته ایم، پس چرا به ما نمیگی جده ایم؟ والا چیزی نیست. نکنه خبر مبری ما نمیدونیم. داشت علی آقا دست رو دلم نذار که خیلی درد دل دارم برات بکنم. درد دل بکن عزیز، نذار تو دلت خلوم ببشن. والا چیزی نیم، میخواستم بگم ممکنه یک کمکی به من بکنی. چه کمکی؟ هر کمکی از دست حاجیت بر بیاد با کمال میل حاضر انجام بدم. تو نمیری من بدینی من بگو من خاطرخواه یه دختری شدم. مرگم راست بگی؟ حالا بگو چه کاری از دست من برمیاد؟ بالا میخواستم بگم که من اگه بتونیم بریم ازم خواست کاری. چرا؟ منو خواستگاری؟ حالا مگه اون دختره کیه که من باید برم خواستگاری؟ آخی بی قشم میخوری به کس نگی؟ آره بابا قسم میخورم که هیچی، پرتقالم میخورم. پرتقاله نخورم. آخه اون دختره خاله آق جلاله. چی؟ زهره رو میگی؟ آره. پرتقاله دونه 18 داره با این آبگیر بیچاره. ببینم من تو اون دیدی هم؟
آره بابا چند دفعه که اومده بود دم دکونه داشتش دیدمش. اینجا اومده چیز خریده. تو میدونی که اون چشمه آشه این چیزه؟ آره بابا میدونم. با وجود این میخوام باش حریتی کنم. پس واسه تو فرقی نداره که یکمی جریان فهمیده؟ نه ما همه بنده یه خدایی هیچ فرقی با هم دیگه نداریم. من آدم از آیه دیگرم. آخری خوش اومد. چی رو؟ خب اینو چرا تا حالا به آقا جلال نگفتی؟ آخری شوم نمیشه خجلال میگشتم بگم. چه خجالتی؟ من خودم کارا رو برا میکنم. هیچ ناراحت نماش. قصه هیچ چی را نمیخواد بخوری. جون من. منم راستش رو جون میکنم. گل بری که بره هر یه خودش بختو. گل بری بره بدون نو بباش کن. بده بره کنی. خمشه رو. خدا 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 نوکرتم. گل بری بره هر یه خودش نوکرتم. پرتغاله رو خورده نه پولیش هم نده. باشی تقویم. بیبیرون آقا کارت داره. یا شیطون سلام علیکم. فرمایشی داشتی؟ شنیدم خیلی پاتو از گلیم خودت دراز در کردی. هیچ میدونی با کی طرفی؟ اختیار داریم. پای ما دراز نشده. گلیممون آب رفته کوتاه شده. تازه میدونیم که شما مالک همه دکونه این محله این. اما موضوع چیه؟ موضوعی در کار نیست. فقط بد اختیار میکنم اگه یه دفعه دیگه به کارهای ما دخالت کنی میدم از تو محل بیرونت کنم. برو. سب کن. چیه؟ چه خبر شده آقا جلال؟ موضوع چیه؟ هیچی بابا. یارو خیال میکنه چون پول داره میتونه جون همه ما رو بخره. بی خیالش آقا جلال. تو خودت باش. جمال تو. سلام آقا جلال. مخلصم. با سلام موسیو. حال چطوره؟ چه عجب؟ خسته نباشی. قربون تو. سلامت باشی. آقا جلال. جانم. این مباشر اومده از من کرایه مطالبه میکنه. منم یخچال خریدم. بدهکارم. اگه داری 50 تومن به من قرض بدی هفته دیگه بهت میدم. من و شما نداریم. اختیار داریم موسیو. این چه حرفیه؟ بیا هرچی دلت میخواد وردار. ورده بابا. ورده خجالت نکش. گربره تو. 50 تومن بسمه. بیشتر وردار. همین بسه. خیلی مخلصم. گربان تو مرخی. آقا جلالی بالله. ببین موسیو اگه میخوای بیشتر وردار. خیلی ممنونم گربان تو خدا. گربان بالاخره موافقت فرمودید؟ نه. تا برام 2 میلیون تومان استفاده نداشته باشه معامله را به هیچ وجه انجام نمیدم. به هیچ وجه. خب شما این قرارداد امضا بفرمایید. من قول میدم تا موقعی که پنبار تحویل بدین همین مقدار که میخواین استفاده ببرین. اصرار نکنین. ابدا. خواهش میکنم قربان. امکان نداره. فقط به این شرط حاضرم این معامله انجام بشه که پولشو نقدن بپردازین و ترتیبی بدیم که پنبه ها تا 10 روز دیگه حاضر بشه. موافقم. بسیار خوب. پس فوراً چکشو بنویسید. سلام آقا جلال. چطور متوری؟ کجا رو نگاه میکنیم؟ اگه خبر مبری شده؟ نه چیزی نی. آقا جلال یارو کیه؟ حسن جون این یارو ماشینیه چند روزه که این طرف ها پیدا شده. جون من؟ نمیدونم چی کار داره. حتما یه کاسه زیر بادی است. آره برم حسابشو برسم. فعلا نه. بچه ها چه خبره؟ کجا رو دید میزنین ها؟ خوب نگاه کن ببین خلق الله چی کار میکنن. عبرت بگیر. آدم مات میمونه والا. جیگوله باید بازر اجازه هست شماره برسونم. برو گمشو خجالت بکش. حزن تاکسی دامنای مینی اینه. نه بابا اینا مینی جوقه. ای مینی جوق اینه. آره بذاره بینا به این سوال. اخ یارو میخواد دنبالش بریم.
سب کن ببینم چی شد. حالا به عقیده من چیکار کنم؟ مثل این که خبران بریم دنبال تحقیقا. آره شیبون بیمعرفت تو این محل چیکار داری ها؟ یعنی که چی میخوای احمق؟ برو گم شو. تو که هنوز دهنت بوشیر میده این غلط ها چیه میکنه ها؟ ده. نفهمیدم نفهمیدم، خجالت قباحت داره. اصلا تو این محل چی کاره ای؟ به تو چه قول بیشاخ جام؟ بچه پر رومه تو کسی کار نداری؟ برو کنار لاتی بی سر پا. اصلا تو چه کاره هستی؟ تو اولا تو کلات بیشاخ جام هم خودتی. آقا جلال بزنم تو گوشه چپش هم؟ نه علی جون، بزنیش گریش میگیره. علی جون بده من بزنم. ای چرا؟ آخه ثواب داره. نه حسن جوابی تو نمیخواد بزنیش، من خودم حسابش میرسم. بهترم با ببینم منو بزنی؟ تو رو که میزنم هیچی، صد تا مسترم خلال دندونم میکنم. حالا بزن به چاک. برو دیگه، دیگم توی محل بگیرم کن. برو دیگه نکبت ایگو بیلم کن. میگم با حیتون میفهمونم. در نامر هر غلطی که میخوای بکن. یالا ببرو گام شد. یالا خلوت کن زمین کثیف میشه. یالا را بیم قرام. یالا برو آب حالی کن. در میرم یالا برو بابا. ما جلال یارو رو خوب فراریش دادیم. این که من آمدم یارو فلنگو بس و دفت. آره تو نایمده بودی مارم میزد. وای 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 جت اومد مواده بادی. بپایی اوه اوه مثل موشک میره. من قربونه این جت برم. وای 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 نخیر دختره پاک گلوش پیش تو گیر کرده ها. آره گیر کرده ها. آره آن چی؟ گلوش گیر کرده؟ آره گیر کرده. کجا گیر کرده؟ بریم درش بیاریم. نفهمیدم نفهمیدم. حالا دیگه خودت میزنی به کوچه علی دست راست. بس دیگه نه چی میگی فلفل دو؟ سلام کجایی بابا؟ قضا یخ بگو بعدم به دفترم تلفن کنن. نشد یه روز به موقع قضا بخوریم. پس من جکو نمیدونم، مثل اینکه میل نداره غذا بخوری. چی رو میل نداره؟ صداش کن بیاد. پروین پروین. بله خانم. برو به منیجر خانم بگو آقا میگم بیاین پایین. چشم. چرا غذا تو نمیخوری؟ میخورم. تو هیچ موازی به این دختره هستی؟ هیچ میدونی که چه غلطایی میکنه؟ چطور مگه؟ سلام دختر چرا نمیای غذا تو بخوری؟ من میل ندارم پدر. چرا میل نداری؟ اگه قبلا چیزی خوردی ها؟ نه خیر هیچی نخوردم. پس چرا نمیخوری؟ مگه خیال داری مریض بشی؟ من نمیدونم از دست کارای تو چیکار کنم. آخه چرا نمیگی چه مرگته؟ خب میل ندارم دیگه پدر. این رفتار تو خونت اینم از کارای بیرونه. معلوم است تازگی چه غلطایی میکنی؟ یعنی چه؟ این چجور حرف زدنه؟ تو نمیخواد دیگه دخالت کنی، خودم میدونم با اون. بله، خانم پاک حیثیت و آبروی ما رو از بین برده، با یکی از کاسبای محل رو هم ریخته. درف بزن، چرا لال شدی؟ چرا به خود تهمت میزنی؟ گفتم تو دخالت نکن، من خودم میدونم با این. چرا لال شدی؟ چرا حرف نمیزنی؟ من با کسی رو هم نریختم. تازه اگر من بخوام این کارو بکنم از هیچ کس نمیترسم. چرا این کارو کردی؟ نمیتونی یک کمی آرومتر باشی تو؟ تمام تقصیر توه. اگه تو درست تربیتش کرده بودی اینطوری تو روی من وای نمیستم. وای خدا مرگم بده. ساعت 3 بعد از ظهر هنوز غذا نخوردی. خب چیکار میشه کرد؟ آقا اخلاقش تنده دیگه. حالا بلند شین غذاتونو بخورین. من میل ندارم. اگه غذا نخورین خدا نکرده مریض میشین، اون وقت کارا بدتر میشه خانم. به درک که بدتر میشه. راستی پروین اگه یه کاری بگم برام میکنی؟ البته خوری. یه کار نه و هزار کار. این نامه رو میبری میدی به دست خود آقا جلال. چشم. قسم بخور که به کسی نمیگی. قسم میخورم. خیلی خوب، نامر که دادی فوری برگرد. چشم خانم. مبادا کسی بفهمه ها. وای خیالتون راحت باشه. برو. یاد الله یاد الله
پروین یدالله کجاست؟ خانم رفته بیرون چیز بخره. خیلی خوب. پس تو این کفشای آقا رو ببر کفاشی بده واکس بزنن. اونجا معطل نشی. چشم خانم. زود برگرد که کار داری. چشم هم بزنین اومدم. دست شما در نکنه آقا جلال. این نردبون ما رو زودتر درست کن. خیر ببینه ایشان. چاش. نوکرت هم هستم، خیالت راحت باشه. برو فردا حاضرش میکنم. برو جونم. بنایی دارم، دست ما رو تو پوست کرده. نه مازم به کار من نشو، برو بذار به کارم برسم جونم. برو به سلامت. ده چیه؟ دیگه اینجا نیست؟ چه جواب جی؟ هوا بردشته ها؟ خیالتی شدی؟ دیگه چلوس؟ چیزی میخواستی آب جی؟ بیا بگیرش. این چیه؟ مال منه؟ بگیرش دیگه. من بگیرم؟ مگه این چیه؟ خب نامه است دیگه، مگه میخواستی چی باشه؟ نامه برای من که کسی رو ندارم. خوبه این نامه رو منیژه خانم دادن که بهت بدم، گفتش نذار کسی بفهمه ها. بیا منیژه خانم، واسه اینا کجا رفتی؟ عجب گرفتاری شدیم ها. خدایا خودم رو خودت میسپارم. جلال عزیز، خواهش میکنم برای دیدن من ساعت 6 عصر به پارک بیا. من در آنجا منتظرتم. اگر نیایی سخت پشیمان خواهی شد. من اینجا لاکردار چه دستورم داده. علی بیده دوست به دومون قربون دستمندیت دارن حسامیه یه جو پرس میدوزی این رویه که دیگه علی دیم قربون اون تکه خودت دارم الهی چی کرش میدوزم. علی آقا سلام. آخ جون قربونت برم الهی، باید چه خوشگل خود. آی علی آقا مگه آدم ندیدی؟ من چرا دیدم، ولی یک فرشته یه توپل مپل دیدم. خب اینو خفار برم الهی. منو فرشته با چه حرفا؟ چه چیزا؟ تو از فرشتم فرشته تری عزیز جون. الهی که علی پینه دوست به قربونت بره. جانا بیا قربونت برم، بی پر من بگی بشین. خواهش ازت میکنم بگی پر من بشین. بشین دیگه. بابا خدا مرگم بده. من بیام پله تو که چیکار چی بشه؟ الهی که درد و بخور تو سر کسی علی پینه دوز بگو. خوب نیست علی آقا، اگه مردم ببینن چی میگن؟ حالا مثل بچه آدم برو بشی سر جات، کار دارم دیگه. به مردم که قربونت دارم، من میمیرم برات. بیا برات یه والس مجانی بزنم دیگه. یعنی اگه خانم بفهمه دعوام میکنه. خانم کیه؟ من فدای تو هم. برو بالا، برو اقا، دو دقیقه باش رو میزنم. خواهش میکنم جونم برو. خاطر تو تخم چشمم. برو برو. وای خدا گیری خدا جون. خب چه بارشی بزنم؟ ید الله غلط میکنه این طرف را پیداش بشی. تصدق دان خواهی چه دمیه ببری مامانی ها. به خودم کار دارم آقا. جون من نرو آقا، تصدقت برو آقا. تو اگه بری من میمیرم آقا. ببینم کی تو رو میبینم. نمیدونم شاید ها بنویزم. باشه زاره چیه داداش؟ من اینجا. سلام خواهر جون، حالا چطوره؟ سلام داداش، چه عجب زود اومدی. مگه ساعت چندی؟ هیچی خواهر جون، فقط اومدم این نخ و لوبیا رو بدم که برای فردا نهار مهمون دارم. درزم خواستم حال خواهر خوشگل خودم رو بپرسم. چطور شده که مهمونی دادی داداش؟ هیچی با، چون بهشون قول یه نهار داده بودم واسه اونه. حالا بده اینا رو کوبی پاک کنه. ببینم دختره کجاست؟ رفته بیرون، الان میاد. خیلی خوب. خب من رفتم، کاری نداری؟ نداداش جون. خدا خوش اومد. نوبره بهار آوردن برسنی. بود بیا بابا برسنی بد بنام. نوبره بهار برسنی. بود بیا بابا. سلام آقا جلال، حال شما چطوره؟ علیکم قربون تو، بد نیست. جلال چرا تو فکری؟ نه بابا چیزی نی. قربون شما. نوبر بهار بستنی. او سب کن بابا. خدا حافظ شما، قربون شما. بستنی. علی آقا کاری نداری؟ چی میخواید جون من؟ چرا نمیذاری یه لقمه نون تو سوزن بخورم؟ بلند شو بریم، کارت دارم. ول کن آقا. چی؟ هیچی بابا، کجا باید بریم ها؟
تو کاری نباشه، با من بیا، من تو رو جای بد نمیبرم. چشم، الان لباسمو در میارم، یعنی در میارم. اومدی یا؟ اومدم. پس چرا نیومد؟ صبر کنین دیگه، الان پیداش میشه. به خدا اگه نیاد کاری میکنم که از نیومدنش پشیمون بشه. یه ذره صبر کنین خانم، میاد دیگه. پدرت بسوزش. بابا نخواستم من این جای خوبو ول کنم برم دوباره پینه دوزیم. بودی یک روم تو بچه این آقا جلال، خیلی پدرت بز من برم نیم تخم اندازم بزیم اینه کجا نخه. بفرمین اومدم. ایو باک باشی. بابا جون من میخوام برم دوار دوز کنم. نگاه کن ببین چی میبینی. اوه چه خوب. نگو برو نمیرهی. آقا جلال جون، گفتم به تو جایی بعد نیبرم. حرف صحب کن بقیه شو بگم. من خودم اماده کنم. خب بریم جلال جون، من در مقابل عشق خیلی زدیدم. فکر نمی کنم سالم بتونم به پای عشق برسم. مای تمرین نداری؟ هیچی اصلا و ابدا. باشد باش عیون برو جلال. خدا سلام عرض می کنم. سلام. آیا علی پینه دوز خدمتتون معرفی می‌کنه؟ پینه دوز چه مرد بود کفاش. ببخشید علی کفاش تا عمر چاکر شماست. قربون شما کوچیکم. علی کینگ یخت ما رو تنها بذار. مرگ نه. تو من تنها بذار. چاکر شما. پروین. بله. پروین جون یکم ما رو تنها بذار. چشم. خب چی گرمم شده. راستی فرمین جان میخوای یه چیز خیلی قشنگی بهت نشون بدم؟ مثلا چی چی؟ مثلا خرگوش. مگه اینجا خرگوش هم داره؟ آره اینجا خرگوش در رست دیگه. پر خرگوش پشم آلو. حالا تو گوشهاشو نگاه کن، بعد خرش هم بهت نشون میدم. راست میگی علی آقا. به جون دو قاقا. جلوان بلنگا بریم به سوی سرنش. خدا بگم چی کارت کنه. راستی منیجه خانم، با من کاری داشتی؟ ببینید آقا جلال، من از اینکه خواستم شما بیاید اینجا منظورم این بود که دلم میخواست از نزدیک با شما آشنا بشم. قربون شما، خیلی لطف دارین. خب این باعث افتخار منه که به دختر خانم خوشگل و ثروتمند محلمون ارادت پیدا بکنم. متشکرم. اما در اینجا پول و ثروت مطرح نیست. فقط میخواستم بدونم شما درباره من چه فکری میکنید. والا منیجه خانم، چه عرض بکنم، چاکرت هر جور فکری نسبت به شما داشته باشه کاملا بیفایده است. آخه چرا؟ برای چی؟ خرگوش ها رو دیدم قبلش اینجا. پس تو این خرگوش هایی که میگفتی؟ اونها جانم. برو خجالت بکش، برو حیا کن. پس خرگوش هایی که میگفتی این بود؟ قربونت برم الهی، حالا که خرگوش ها در رفتن بریم سراغ خراش. علی فدات میشه الهی. بریم جیرم بریم. خیلی معذرت میخوام. ببینید منیجه خانم، درسته که شما تنها دختر پدرتونین و همش تو ناز و نعمت بزرگ شدین و هرچی اراده کنین میتونین به دست بیارین، ولی فکر کنین آخه از من چه کاری ساخته است؟ چی کار میتونم بکنم؟ شاید خدایی نکرده خیالاتی شدین و یه هوسی کرده باشین. هوس؟ هوس چی؟ من هیچ توقع از شما نداشتم آقا جلال که درباره من اینطور فکر کنین. والا خدا شاهده من قصد بدی نداشتم. اگه فکر میکنین توهین کردم معذرت میخوام، باید ببخشین. آخه شما خودتون جای من بذارین. ببینین من میتونم پا تو کفش شما بکنم. من کجا؟ شما کجا؟ اینا همش حرفای زیادی. من به شما علاقه پیدا کردم و حاضرم نیستم این علاقه رو با یک دنیا عوض بکنم. لا اله الا الله. خدایا خودت یه راهی جلو پای من بذار. والا من آدم بدی نیستم. ببینم آقا جلال، مگه شما از من خوشتون نمیاد؟ استغفر الله، چی بگم؟ چرا خوشم نمیاد؟ منم به شما علاقه دارم، ولی چی؟ ولی آخه چه فایده داره؟ آخرش مال من بشی، حالا به هر صورتی که میخواد باشه. منیجه جون گوش کن، ما آدم یه رنگی هستم.
چشم مال و ناموس مردم ندارم و نمیتونم خودم رو راضی کنم که مال حرام بخورم. حلالشم که برام ممکن. چرا ممکنه؟ تو اگه بخوای من همه چی رو درست میکنم. گل میدم. آخ دیگه از خوشی میخوام خودکشی کنم. سوبلمه داری؟ ما خسته شدیم دیگه، پاشو بریم، ممکنه گممون کنم. آره قربون اون قبقبت برم الهی. حالا که اونجا خرا استراحت کردن، چطور مام یه خود استراحت کنی؟ پاشو بریم، حالا وقت استراحت نیست. پس حالا یه خود سرم بخارون تا حالم جا بیاد. یا باش قلقله کنه، من قلقله جا، من قلقله یا پاشو بریم، به جا به جا بشم. چی فرار کنی؟ او نه نه منیشه جون، من به هیچ وجه حاضر نیستم همچی کاری بکنم، اصلا نمیتونم. مگه منو دوست نداری؟ چرا چرا، به خدا از تایی دل دوست دارم، اما برای من ممکن نیست همچی کاری بکنم. نه حرفشم نزن. اگه من نتونم تو رو به دست بیارم، بلایی سر خودم میارم. جون من، اگه منو دوست داری این فکرهای بد و بنداز دور. خدا بزرگه، شاید خودش وسیله بسازه و یه راهی به ما نشون بده. صبر داشته باش. آخه من نمیتونم صبر کنم، نمیتونم صبر کنم. ناراحت نباش مریجه جون، همه چی درست میشه. نمیتونم. بسه نخواه. پروین، نگم از قرار معلوم کار اینا بیخ پیده کرده. خب آقا جلال استفا بده برین، آخه مشتری ها منتظرن. من دوتا نیم تختی دارم، برین. بوز بوز اقل نیچه رو میخندی. دختر جون بلنشو بیا پایین، خواستگارا رو اینقدر معطل نکن. خوب نیست عزیزم. ولش کن مامان، کی میخواد شوهر کنه که خواستگار اومده؟ اصلا به اجازه کی اومده؟ اما یه هفته است که اینا میخواد از ما بخت بگیرن، تازه موفق شدن. خب حالا که خودت بهشون اجازه دادی، خودتم برو ازشون پذیرایی کن دیگه. این چه حرفی تو میزنی؟ گوش کن منیژه جون، پسره از اون خانواده های بسیار سرشناسه. آخه این وقت شب چه موقع خواستگاریه؟ پسره از بس کاربارش زیاده، حالا بنده خدا وقت کرده بیاد خواستگاری تو. آره دخترم بلندشو بیا پایین، منتظرم. بعده صد دفعه گفتم من شوهر نمی کنم، نمی کنم و سلام دیگم تموم شد. دختر آخه مگه تو دیوونه شدی؟ آره آره دیوونه شدم. ابلم کنیم بابا، اونا پروینه ببر نشونشون بده دیگه. بسیار خوب، اما اگه ترشیدی به من هیچ مربوط نیست. بی خیالش ماما. پروین زود برو لباست عوض کن، تو برای مهمونا چای ورده بیار. چشم، شما بفرمین الان میام. سلام. سلام، very good، خیلی خوب. بفرمی تشکر. با اجازه. دختر رو نفهم، یه کشتر یه حاله برده بیار. مرا ببرید بیمارستان. ببخشید نفهم، این خدمتگارمون حواسش خیلی پرته. او چشمانم رو از دست خواهش دارم، اجازه بدهید چشمانم رو پیدا کنم. قباحت داره خانم، نفهمیدم. من کوچ شدم، خدمتگارتون بود. دنیا را سیاه میبینم. خیلی ناراحتم خواهر کنم. دادت باشه، بله به من تشکر میت. مسخره کردین خانم، خجالت نمی کشین. یادتون دادش حیا نمی کنین. شما خدمتگارتون اینجای دخترتون نمی کنین. باقا بریم رو بردیم. ولی را صدا کن، خواهش میکنم. ببخش، خواهش میکنم. دختر بچه احمق. سلام، صبح بخیر. سلام از ماست، چه عجب. آخه اینجا که برای شما خوب نی. بفرمایید بشینید خواهش مندم. عیبی نداره، من اومدم احوالتونو بپرسم. قربون شما، بفرمایید. آخ دستم گم شد. خیلی معذرت میخوام، بفرمایید بشینید خواهش مندم. متشکرم. خیلی بد شد، لباساتونم کثیف میشه، ولی چه کنیم، شلو به خانومی خواهیتون ما رو میبخشید. نه هیچ مهم نیست. خیلی ببخشینا، هرچند ما فقیر فقرا چیزی نداریم که جلوی مهمون عزیزی مثل شما بذاریم، ولی اگه اجازه میدین یه چایی خونکی براتون بیارم. آه نه نه، من چیزی میل ندارم، فقط اومدم از نزدیک وضع کارتونو ببینم. آخه اینجا چیزی نیست که قابل دیدن باشه. چرا، اینجا بر من خیلی جالبه، شنیدم یه خواهر خوشگل داری. بله دست شما رو میبوسه، از مال دنیا خدا فقط یه خواهر به ما داده. خیلی دلم میخواد اونو ببینمش. قربون شما. آه
الو، بفرمایین. شما؟ خب، بله، سلام. حالتون چطوره؟ چی؟ چیکار کردن؟ ها؟ چی میگی؟ به من چیزی نگفتن. چی؟ خدمتکار خونه رو به جای دخترم ما؟ یعنی چه؟ چطور همچین چیزی ممکنه؟ چی؟ خیلی معذرت میخوام، شما هر چی بگین حق دارین. من بی نهایت از شما شرمندم. الو، 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 محمود، محمود، خاک بر سرت. این چه کاری بود کردن؟ پدرشونو در میارم، تمام تقصیر این پسر این مزخرفه. میدونم باش چی کار کنم، هر دوشونو میکشم. پاک آبرومو بردن. محمود، کدوم گوری هستی؟ بله آقا. خاک بر سر بی لیاقتت کنن بی ارزه. اگه دفعه پیش حساب این پسر جلال میرسیدی، این دفعه این دسته گره به آب نمیداد. مگه چی شده؟ به تو مربوط نیست احمق. این دفعه هر طور شده پسره رو بکشش به باغ خارج از شهر، چند روزی اونجا حسابی ادبش کن. برو بیرون. چشم قربان، این دفعه یه بلایی به سرش میارم که خودش حس کنه، شما کارتون نباشه. خودم میدونم چی کارش کنم. من تا این دختر آدمش نکنم آروم نمیشینم، پوستشو میکنم. منیشه، چیه؟ چی شده؟ به تو مربوط نیست، این دختره احمق کجاست؟ آخه مگه چی شده؟ چه میخواستی چی بشه؟ پاک این دختره آبروی من برده، دستت درد نکنه با این دختر تربیت کردنه. منیشه، منیشه خونه نیست. کجا رفته؟ نهار رفته خونه داییش. غلط کرده، الان بهش میفهمونم. آقا جلال اینجا. بله، ولی خودشون نیستم. تو اینجا مواظب باش، الان برمیگردم. آقا گفتم که نیستم. خواهرش که هست. زهر خانوم، زهر خانوم. چیه فبرا؟ چیزی نیست، فقط میخواستم به داداشت بگی پاشو از تو کفش آقا بکشه بیرون. شما کی هستین؟ چی میخوای؟ به تو مربوط نیست، فقط بهش بگو این دفعه بلایی به سرش میارم که مثل سگ پشیم موشه. فهمیدی چه گفتم؟ فهمیدی یا نه؟ آره. بری. خب رو زود باش بریم به داداش خبر بدی، بوده رو سریع منو بردار بیار. خوش اومدی آق جلال به سلامت. قربون تو، مرمت زیاد، خدا حافظ. اون قضیه یادت نره. نه جونه. الان بهت یه درسی میدم. رو سنگ پای قزوین رو برد. نگو آقا مزخرف و امت ناک. سری که هم دی بیرون بینم بچه پر رو با من گلویز میشه. آهای بچه های گلدور بیایید. خیلی خوب، چه اینطور ها؟ نه خیلی خوب، بیاین جلو بیرم بچه های قلدور. بریزید داغونش کنید. آره تومی، خواب دیدی خیره. بزنینش، اولین من بچه پا بیرم جلو کنید. مادر چه مرگشه؟ این صاحب مرده چرا جواب نمیده؟ یه ساعتی که داری تلفن میکنی، حتما تلفنشون خراب شده. منیژه هر جا باشه الان پیداش میشه. مزخرف نگو،
حالا خودم میرم میارمش. آقا کجا داری میری؟ حتما حالا دیگه پیداش میشه. اینقدر بر نزن. ایش چه طرز ماشین بردن بد مصرف؟ مثل که مرده، چطور فوری برسونمش مریض خونه؟ خیلی خوب. سم نگفت لاغل علیک سم. الان دو ساعتی که تو اتاق عمل هم بچه رو نمیان بیرون. داد نزن خانم، عرض داشتم. نه خیر، گوشش بده کار نی. والا بده خانم دکتر، اربا خاک پدر یه خبری به ما بده. مقدار خون همگروه مرده تموم شده، میرم تلفن کنم تا فوری خون برسونم، وگرنه از بین میره. دی بچه ها، خون یارو مرده تموم شده. نه آره دیگه. خون خانم نمیشه خون ما بگیر، من نمیشه. چرا نمیشه؟ گروه خونه چیه؟ من گروه خونه نمیشه. بچه ها گروه چیه؟ من گروه خونه نمیشه. هرچی خون بخواه بگیر. آقا جلال بالا این ها دکلو بیا بابا، بیا 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 تو گروه بده دیگه. خیلی متشکرم آقایون، فقط خون شما هم گروه خون مجروحه. حاضرید به عنوان یک انسان به او کمک کنید؟ زندگی اون بستگی به کمک فوری شما داره. باشه، من حاضرم. پس شما ها بفرمید بیرون. خواهش. آقای دکتر خون ما رو نمیخواه؟ نه قربان شما. بری بری. ما نفهمیدیم گروه چیه. آقا جلال، ما تو سالون انتظاری بود. آقا جلال گروه تو بده و بیا. چی شد دکتر؟ شما ناراحت نباشید آقا، خواهرتون طورش نشده، فقط باید یه ده روزی بستری بشه. خدا رست دارم. خدا رشون بچه شنفتی میگه فقط ده رو باید بستری باشه. بچه اینجا مریض داد نزن. دکتر چطور شده؟ ناراحت نباشید خانم، ما سعی خودمونو کردیم تا خدا خودش چی بخواد، انشالله که نجات پیدا میکنه. بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. بچه‌ها باشه ما بریم بابا جون. بس ناراحت نباشید خانم، شفا پیدا میکنه. خداحافظ شما. زودتر یلا بندازش، بندازش بالا، سوارش بریم. آتیش کن. بابا بچه‌ها سوارش. برو بالا، برو بالا، برو بریم. چطوری؟
خوش جانت. غلام خان جونم، محمود آقا گفتش تا خودم دستور ندادم هیچ کی حق نداره اینو آزاد کنه. خیلی خوب، برو سراغش، یک کمی هم تو حالش جا بیار. قربونه تو علیه خدمتش میرسی، برو بهش خدمت. چیه خانم جون، چند روزه که خیلی ناراحتی. آره خیلی ناراحتم، همش توی این فکرم که الان چند روزه که از آقا جلال خبری نیست و هر روزم خواهرش سراغش رو میگیره. خب شاید کاری داشته یا مسافرتی رفته. نه این ممکن نیست، چون آدمی مثل آقا جلال یه دونه خواهرش رو در این وضعیت تنها و بدون خبر نمیذاره بره. چی بگم؟ حتما زیر کاسه یه نیم کاسه هست. والا نمیدونم. اگه تو عصری از آقا جلال خبری نشد، خواهرشو میارم تو خونه پهلوی خودم و ازش مواظبت میکنم. حیوانکی خیلی تنهاست، دلم براش میسوزه. اوه چه فکر خوبی پروین. یه فکری به سرم اومده، چطوره تو از محمود راننده زیر پاکشی کنی؟ نکنه اون یه چیزایی میدونه که ما نمیدونیم. راست میگین، منم بهش مشکوکم خانم. چشم این کارو میکنه. سلام. سلام داداش، اومدی؟ یوره خانوم، من اکبرم، اومدم حالتونو بپرسم. پس داداشم کجاست؟ داداشم اومده؟ والا راستش واسه یک گرفتاری پیش اومده. تو نی؟ من اومدم بهتون بگم که داداشتون فردا میو. اکبر آقا جون، خواهش میکنم به هم بگین اگه براش اتفاقی افتاده، منم باید بدونم. تو رو خدا بیش از این ناراحتم نکنی. نداره جو، حالش خوبه خوبه. اگه داداشم پهلوم نباشه انگار من نیستم، تو رو خدا اونو بیاریم پیش من. من بهتون قول میدم که تا فردا پیداش بشه. رازی من بازد خانکی آوردم، پرتقال خبری نداره. یا نظر داداشت خوندی؟ یعنی بطر رو بخوندی که؟ این نوبت داییده. بیری چقدر خوندی؟ بیا چقدر خوندم؟ بیرم جاب شیش. خوشحال شدی؟ گرگره. خیلی باره شده. اینم یه جاب شیش. وقت چون نوبت همو جاله بخو بینم. همش باز خاطر شانسی یاروه. بیگی بینم. اخ جون، آه آب چهار دوزرم من خوندم. بیکامه کنه داشتم، نوبت منه. یه جفشیش نمکارشو بگو. آخی بگیرم یه جفشیش. مذبه تشو که این دفعه هم کورکورو من. عجب موعده بودی. یه خورده آب، آب میخواد. حسین جون، حسین بهش آب بده. از اون آب خونتا بودو علواتش بیارم. این سو دوزن ما چطور شد؟ بریز بازی جون. اوخه بعد جلو ما آب میخوای؟ حالا آب بهت بدم. چای تو رو من بچه میخوام آبش بدم. یه خود سیاحت کنی. اگه دستان باز شد تیکه تیکه تون میکنم. هسته که برید با ناوردا. راستی که آقا شانس آورد جون سالم به در برد، الان دو روزه که آوردنش خونه. خب معلومه داشتم، فهم میخواست این شانس رو من داشته باشم. آقا هم پول داره هم شار. سلام سلام سلام. خب بچه شما نمیدونه آقا جلال کجا؟ چه که؟ تو چه کشید قرق شده؟ چرا معلم نمیذاری؟
هنوز که آقا جلال خبر نشده. همیشه که میومد حالا خدا میدونه کجا رفته. جایی نرفته بلا ملایی سرش بیارن. ای بابا اون یه تنه 20 تا حریف آقا هیچ طوریش هم نمیهن. گفتی 20 تا رو؟ بگو بیشتر 12 تا رو. میگم چطوره بریم پیداش کنیم ورش داریم بیاریمش اینجا. کجا بریم؟ آقا جلال هرچی که بره پیداش میشه. اینجا اینجا یک باقیه که خوهرش نجات پیدا کردی. این مردی که اوراق چطور دختر معصومو ولو کرد وسط خیابون؟ اگه دستم بهش برسه میدونی چه بلایی سرش میارم. خب چه غلطی میکنی؟ هیچی بابا چه کارش داریم نمیذاری یه ذره دو بیا. راستی فهمیدی که منیژه خانم میخواد ببرش خونه ازش پرستاری کنه؟ با پدرش بیام. خانم جون خیلیتون راحت باشه، بالاخره فهمیدم. چی رو فهمیدی؟ فهمیدم که آقا جلال کجا. راستی؟ بله خلاصه به هر کلکی بود بدون این که بو ببره فهمیدم که محمود به وسیله رفقاش آقا جلال به دستور آقا در باغ خارج از شهرشون زندانی کردن. خب باید هر طور شده نجاتش بدیم. تو فقط مواظب باش محمود نفهمه. من رفت. خیلی خوب. اکبر خان یعنی میتونیم جلال نجات بدیم؟ خب مستجبه حسن نشقه جنگی بلوه. بچه یواش دنبال من بیم. هوایی من داشته باشیم بچه. من چفاقم نمیتونم بودوم اومدیم. حسن پس این نشقه رو بذار لایه کباب کنده بیاری دیگه. باو باو نگاه کنی بچه ها چجوری بد داره. دنبال من بیاریم. هیچی نگه با من بیاریم. چه میگه؟ خیلی خوب بابا بودی جلو. از کدوم مر بریم؟ بی سره که دا میگون. بیا از این سنگین بریم. بیا یلا بریم. بیا کپر بریم بیا. وای جفت مخچه هم درد میکنی. شیطو میگه این سنگه رو بردارم. بری شیطو میگه غلط میکنی. بچه ها احتیاط کنیم مواظبت نشو. بالا بالا بابا اینجا. حسن خان درخت رو ببر بریم جلو. بریم گرچه شاخه هست دلش مواظب باشیم بچه ها. خیلی خواه اکبر هوای منی داشته باشیم. بابا باشیم منم بیا نازنی دیگه. اوخ اونه هاشم اونه هاشم دست منو بگی بی بالا. یلا حسن من اینجا گیر کردم الان شیره میوخه با اینجا نمیتونم بیام بایی. حسن خوتون کجایی؟ اینجا چه دیگه قدم نمیرسه. کباب بعد را میاد. یواش 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 دم کن دم کن دم کن خانم یواش پاک خراشیده نکنه. بکن همی بالا بده من دست منو بگی. بده من ای ببری بکره که خاک بر سر بیا دیگه. بی بالا دیگه نمیتونم دستم پاره بشه. این پاره شلواره خاک آخه نیم متر قد عقب ما اومده نجات بده طرفو. یلا برو با این دیگه بچه ها. من میگم اکبر بیار اکبر بذار مثل تانگ بره جلو بعد پیاده نظام دنباله. حسن موافقی؟ اوی من شاخه رو بگیرم رو تانگم. نمیدنم جنگ ها اخ اونا هاشش بچه ها شیش ببین چه جوری بچه 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 بابا کمک کن. اخ تو رو باید ده نفر بلند کرد. بعد که تو اونجا نده بابا. بابا بالا میگه بابا باید کمک میکردی اول منو میابردی بالا. آخه باید یه منجنیق خبر کنی با بالا سرا شبا شبا بز که آدم نمیاد نجات بده که اومد ترکی. جواب حسن بیا بیا بگی دختره رو من بغل من. خیلی خوب، خیلی من قایم شی هیچ کی نمیبینه دیدی. اکبر جون، تو قل بخور، جاده صاف میشه، من حسنم میان دنبالت با این دخمه. خب. اونها شش صبر کنید، خیلی بی‌صبر. من میگم جلو شما دنبال من بیاید. حسن همین هیچ، همتون دنبال من بیاید. نکنید خام یوا. من هوای همتون رو دارم برو جلو. برو برو برو. اکبر جون، بیا نوشتر من بیاید. برو اومدی. برو حسن، برو جلو. برو کاوا رو به سیخ بکش اومدی. بخوام اینا بگی چاقو رو یعنی چاقو رو خوبه خوب عبره 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 عبره
نفهم بیشور بی ارزه قدیه بچه شور ارزه نداری که بتونی کاری که بهت میدن درست انجام بدی. برگم شو من چه تقصیری دارم؟ هر کاری به من گفتی انجام دادم، دیگه چی میگی؟ خفه شو ترسوی بزدل. برگم شو به من فوش میدی نسناس؟ اون پول دادنت، اینم از دهن کثیفت. هرچی تا حالا به من گفتی تحمل کردم، ولی حالا دیگه میکشمت، میکشمت. زودتر می کشم تا یه محلی رو که سرخر کنم. آه بگم شو بگم جانم این نمک به هر حال برش دار بی پیر من رسمینا چونس اینم جوابش اون کی بود حسن؟ نمیدونم کوش ها از دیگه از کلم پر از دیگه از کلم پر از دیگه الان خودم بره بگیرم این دبکو اشهر را با کنینش بیرون را سپلش گیره دوادم بیشنم های سمینم خواجه میری تازه گیره ما افتادی بگیر این دندونشو بکشی اگه مردی باشت بگیرم سرش هم میترشی آره یه هم کردی باشت میرم میخورم ات باید وقت آی نفس برکنم زهره کجاست؟ بازم تو؟ چی از جون ما میخوای؟ چرا دخترم راحت نمیذاری؟ نه ترس کارتون ندارم. اینجا چه خبره؟ چی شده؟ بابا دست شما درد نکنه، اینم تشکر تنته؟ تشکر برای چی؟ من فقط منیجر رو دوست دارم و از هیچ کسم نمیترسم، اونم که گناه نیست، مگه تو قانون شما گناه به حساب بیاد. خلاصه هرچی هست دوستش دارم. تو غلط میکنی دختر منو دوست داشته باشی. مگه اون بشر نیست؟ مگه اون دل نداره؟ شما چتونه؟ نمیشه یک کمی به سعادت دختر بوده که در زندگی دیگران دخالت میکنی؟ از جون ما چی میخوای؟ چرا گورتو گم نمیکنی؟ اصلا به چه اجازه اومدی تو این خونه؟ برو بیرون، برو بیرون از اینجا، برو بیرون. محض خاطر منیجست احترامتون رو دارم، ولی جواب این ناسزاگویی رو بهتون میدم. این مسخره بازی ها چیه پدر؟ چرا نمیخوای بفهمی؟ این همون کسیه که زندگیتون رو نجات داده.
با تمام صدمه هایی که بهش زدین بازم از خون خودش گذشت و شما را از مرگ حتمی نجات داد پدر. اگه یک انسان واقعی بخواید همین آقا جلاله که روی تمام کثافتکاری های شما سرپوش گذاشته. اگه فداکاری این مرد نبود حالا شما زنده نبودید. شما زندگی خودتون رو به اون مدیونین. من اونو دوست دارم پدر، من با جون و دلم دوستش دارم پدر. حالا چه شما بخواید و چه نخواید من تصمیم خودم رو گرفتم. پول خونه خواهرتم میدم، دست از سر دختر من وردارین برین گمشین. زهره جون حرف بزن، منم داداشت. زهره، زهره جون، زهره داداش حرف بزن. زهره داداش، 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 من دارم میبینم، خدایا دارم میبینم. زهره خدایا هزار مرتبه شکرت، تمام سرنوشتا به دست توه، قربونت برم خدا. زهره خدا رو شکر. زهره داری میبینی؟ منو ببخش، من درباره تو بی نهایت اشتباه می کردم. آه پدر تو چقدر خوبی. نمردیم و شب عروسی مردی آره. حسن دیدی من داماد شدم؟ من که عروس می شم، ببخشی داماد می شم، تشکر می کنم. من مرده نقلم. مبارک باشه. مرده چی نیستی؟ من از عروسی ننم تا حالا نقل نخوردم. من درشتاشو دبا کنم. اکبر اکبر بده آبرومون میره. بگه بابا قربون شما به پایم پیر بشیم. مبارک باشه. پروین باکن 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 اون جانم. پروین جون این تورتو بزن کنار، من یه چیز در گوشت بگم. بیا میگم که قرونت برم در. من برم تا دو مالو ببین، سه تا سرب و سه تا شمشادو ببین. بیا امشب عزیزم به بزم ما، مگه سه شیرین و فرهادو ببین. سه عروس شوخ و شنگ، سه دو مال طرز قشنگ. چقدر ناز میکنن، چقدر ناز میکنن، همه مردم براشون از ته دل دست میزنن، همشون دست میزنن. سه عروس شوخ و شنگ، سه دوماد هر سه قشنگ. سه عروس شوخ و شنگ، سه دوماد هر سه قشنگ. سه عروس و سه تا دوماد و به
تا سر و سه تا شمشاد و ببین. بیا امشب عزیزم به بزم ما مجلس شیرین و فرهاد و ببین. سه عروس شوخ و شنگ، سه دوماد هر سه قشنگ، سه دوماد هر سه قشنگ، سه عروسش خوشنگ، سه دوماد هر سه قشنگ. آره عزیزم، ما تا حالا فکرهای باطل میکردیم، زندگی اینه، ما اشتباه میکردیم. تو اشتباه میکردی؟ نه نه، جفتمون اشتباه میکردیم. شیطون. خانوم ها، آقایون، به سلامتی عروس و داماد یه دست حسابی بزنید. حالا با اجازتون از عروس خانم ها خواهش میکنم برامون برقصن. عروس ها باید برقصن، عروس ها باید برقصن، عروس ها باید برقصن، عروس ها